به چشمای تو خدایا من طوفان از تو مرجان. شوهر گیره
خدا رو شکر. میبینی خدا به همون یه پسر داد. آره مرجان، خدا وقتی یه چیزی از آدم میگیره به جاش یه چیز دیگه میده. تو کولا که وحشتناکی گیر کرده بودم، قایقم شکست، عوضش صاحب یه پسر شدیم. درسته طوفان، خدا هر چی بخواد همون میشه. یا خدا، پرور مرده به شکرت که بچه رو بی پدر نکردی. اگه دوست داشته باشی اسم بچه‌مون رو میذاریم امید. میدونی چرا مرجان؟ چرا؟ واسه اینکه با امید دیدنش تو دریا با مرگ جلاویز شدم. تا اینکه خودمو به تو و بچه‌مو رسوندم. ایشالا فردا شب تولد امیدمون رو جشن میگیریم. یکی از ماهیگیرها صاحب پسر شده، حالا امشب جشن گرفتن. Thank you.
طوفان. چی؟ چرا نمیخوابی؟ به چی فکر میکنی؟ به فردا فکر میکنم، بدون قایی. فکرشم نکن، به جهنم که شکست. آخه خیلی کهنه شده بود. خدا میدونه هر دفعه که تو با اون قایق شکسته میرفتی دریا، تا برمیگشتی من نصف العمر میشدم. درسته، اما همون قایق شکسته زندگیمونو میگردوند و برامون روزی میرسوند. کاش میتونستم یه جوری قایق آقا عبدالله رو اجاره میکردم. اون وقت مگه خودش دیگه کار نمیکنه؟ نه، اون میخواد بره تهران کار پیدا کنه. میگفت دیگه از این زندگی دریا خسته شده، قایقش هم گذاشته تعمیر کنن که بفروشه. چیکار میکنی مرجان؟ به چی میگردی؟ بیا فردا برو قایق آقا عبدالله رو اجاره کن. اگرم تونستی بخرش، این پولای خودته. من از خرج خونه زدم برای روز مبادا. از خرج خونه؟ این همه پول؟ نه تو راست نمیگی مرجان. بگو از کجا آوردی، راستشو بگو. نراحت نشو. آخه ببین اون گردنبند و سکه های عروسی من به چه درد میخورد؟ تو اونا رو فروختی؟ چرا؟ مادرت از خواب بیدار میشه. چرا اونا رو فروختی؟ چرا؟ ببین طوفان، من همیشه فکر میکردم اگه یه روزی قایق کهنه تو بشکنی تکلیفمون چیه؟ باید چیکار کنیم؟ اگه یه روزی بچه دار بشیم؟ اما حالا تو میتونی یه قایق نو بخری. بقیه پولش هم کم کم به عبدالله میدی. اون آدم خیلی خوبیه. اما تو از همه دنیا خوبتری مرجان. درست، ایشالله که خیرشه ببینیم. خیلی ممنونم آقا عبدالله. بقیه پولش هم سعی میکنم هر چی زودتر بهت بدم. قربون محبتی. الهی با امید تو ای روزی رسید. Ah!
قضیه؟ این دیگه کیه؟ نه صبر کنید. یعنی چی؟ کاش فیلم برداری رو متوقف میکردین. ژستا و حرکات این جوان خیلی عالی داره که سالها جلو دوربین هستن. بسیار تیپ خوبیه. درسته، قشنگه، همونیه که من میخواستم. خانم یادداشت کنید پلان 114 تکرار بشه. تنکیو، یعنی متشکرم. قرار بود من مش بزنم، نه اینکه مش بخورم، درسته؟ نوشه جون نفهمیدم، پس همه این داد و فریاد قلابی بود و ما هیچ نمیدونستیم؟ عوضش ما یه کشف جدیدی کردیم که برامون کلی ارزش داره. راست میگم یا نه؟ اگه همراه ما بیای تهرون به عنوان یه چهره جدید سینما قوقا میکنید. شرط میبندم کت همه آرتیست رو از پشت ببندی. آره درسته، قشنگه، ملنگه. آقای کارگردان، شما در تعریف و تحسین خیلی خسیسین. اتفاقا از دست و دلبازی کت آدم طاهر از پشت بستم. یعنی چه؟ من به سهم خودم اضافه میکنم که این جوان یک مرد واقعیه، یک چهره جذاب و دوست داشتنیه. من معتقدم این مرد روی پرده سینما معجزه میکنه. اون با تمام وجودش میجنگه، با تمام وجودش قلبها رو تسخیر میکنه. اگه نطقاتون تموم شد با اجازه خودم مرخص میشم. هی صبر کن. چیه؟ میشه بپرسم اسمت چیه؟ من توی شب طوفانی به دنیا اومدم. اون وقت مادرم اسممو گذاشت طوفان. قشنگه، ولی من یه همچین اسمی تا الان نشنیده بودم. اسم بی نظیریه، مثل خودت. اگه تو با گروه من همکاری کنی شهرت و ثروت به دست میاری. حالا حاضری پیشنهاد منو قبول کنی؟ پیشنهادشونو قبول کن، چون این خانم هم هنرپیشه معروفیه، هم خیلی ثروتمنده. ایشون به خیلی کمک کرد و از گمنامی و برده به اوج شهرت و ثروت رسونده و خوشبختشون کرده. شما حرفتونم مثل کارتون قلابیه. ما با همین کار زندگی که داریم راضی هستیم. عزت زیاد. چی زیاد؟ عزت زیاد، یعنی خداحافظ. اوه، عزت زیاد. چی میگم؟ بگو تو یاده نرفته. شنگی داری؟ پیشکه لابد با این کار کاسبی میکنی. آره. ببینم تو از این قایق روزی چقدر در میاری؟ هرچی در میارم خدا بده برکت، عمرمو میگذره. من میخوام قایق تو برای فیلم برداری اجاره کنم. میفهمی؟ فقط قایق تو. با خودت فقط چند روز اونو برای فیلم برداری بیار. حاضری؟ آره، اما امرون نه. چرا نه؟ من قایقم تازه امرو خریدم، باید اونو به مرجان نشون بدم. مرجان؟ کیه؟ به نظرم اسم زنشه. مرجان! مرجان! در سلام علیکم. قایقا خریدم مرجا. آقا عبدالله خیلی با من را اومد، گفت بقیه پولم با قدرت بازو در میاری و میدی. راست گفته پسرم، بقیه پول قایقم خدا میرسونه. با خبر نداری مادر، خدا خودش کارا رو جور کرده. گوش کن مرجا، قایق روزی 500 تومن اجاره داره. چی؟ 500 تومن؟ آه نه، حتما میخوان باهاش جنس قاچاق بیارن. قبول نکنی یا؟ نه جان دلم، اونو برای فیلم برداری کرده کردم. برای چی؟ برای چی؟ برای فیلم برداری عکس. بهم گفتن فردا صبح اول وقت حاضر بشم. آماده باشی، هر وقت شعله سیگارش انداخت تو آب کلید دوربینو بزن. پسره نباید بفهمه که ازش فیلم برداری میکنی. جمله هاشون چی میشه؟ اونش مهم نیست، موقع صدا برداری دوبلورا درستش میکنه. کلیدو بزن. طوفان
تو منتظر غروبی که مزد تو بگیری و از من فرار کنی. اما نه، فردا صبح بازم برمیگردی پیش من، برمیگردی و به من میگی سلام. اجازه هست؟ سلام مادر. علیکم سلام. شما هستین؟ میگم شما کی هستین؟ اینجا اومدین برای چی؟ اون یارو ماهیگیره، طوفان شوهر شما. آره، طوفان شوهر منی. چیکارش داری؟ خونه نیست. کجاست؟ نمیدونم. چشماش نمیبینه؟ کوره. خوشبخته، خیلی خوشبخته که نمیبینه. آخه میدونی من میبینم، خیلی چیزا میبینم. نمیفهمم شما چی میگین. اینجا اومدین برای چی؟ نه نه، چی شده مرجان؟ مرجان کارد تیز و هرگز جلوی دست آدم کور نذارین، خطر داره. بفرمین. خب من دیگه بیشتر از این مزاحم نمیشم، با شوهرت کار داشتم، بعد میبینمش. کوچولو. راستی نه، حالا حوصله‌شو ندارم. باشه بعد، خداحافظ. قایقت مبارک طوفان، شنیدم بسم اللهشو با 500 تومن شروع کردی. آره دایی. طوفان، کاری با من داشتی؟ من اینجا منتظر تو بودم، میخواستم باهات حرف بزنم و یه چیزایی رو بهت بگم. تو مشروب خوردی، یه آدم مست چی میتونه بگه؟ حقیقتو، فقط حقیقتو. ببین، من دیگه هیچی نیستم، اما تو یه آدم خوشبختی هستی، زن خوب، بچه سالم، زندگی و روح آزاد داری. نمیخوام به سرنوشت من مبتلا بشم. نمیفهمم، مگه چی شده؟ تا کاشانه عشق و زندگیت نابود نشده، از شعله دوری کن. اون از من سیر شده، حالا میخواد تو رو به دام بندازه. اون تو رو جادو میکنه، مسخ میکنه، بعد خوشبختی تو از دستت میگیره. حرف منو قبول کن، من مار گزیده هستم. قایق اجاره کردنش یه نقشه شیطانی بود. شعله خود تو رو میخواد، میفهمی؟ خود تو رو. من اگه جای تو بودم میرفتم تو قلب دریا قایم میشدم و تا اون مار هوسباز اینجاست به ساحل نمیمدم. برو برو خودتو تو مردابا مخفی کن. مردابم که پر از ماره. اما نه مارایی مثل شعله. اگه اون فقط یه بار تو رو تو آغوش بکشه و ببوسه، جادوی هوسش تو رو گرفتار میکنه، بیچارت میکنه.
موافق باشین بریم خود گرگم به هوا بازی کنیم. گرگم به هوا چی؟ مگه ما بچه دوست نداری؟ تو قایم موشک چطور؟ من کسی رو که بدون اجازه وارد اتاقم بشه هرگز نمیبخشم. اما تو از پشت پرده خیلی قشنگتری. تو قول داده بودی که فقط قایقمو برای فیلم برداری اجاره کنی، نه خودمو. اما لبهای زهرآلودت به این قول خیانت کرد. چرا؟ من فقط تو رو بوسیدم. برای چی؟ برای اینکه تو غیر از مردای دیگه هستی. اون احساسی که تو به وجود میاری. من تو تجملات زندگی تو عوض نمیکنم. اومدم بهت بگم اگه فکر میکنی منم مثل دیگری به خاک سیاه بشونی اشتباه میکنی. تو هرچی دلت میخواد بگو طوفان، حتی اگه منو بکشی بازم میگم. تو مثل ستاره های شب درخشانی و من... یه صحنه ها رو تمام کند و الا متحمل ضرر هنگفت می شوم. اگه جان بچت رو دوست داری شوهرت رو راضی کن فیلم رو تمام کند. ضمناً اون نباید از موضوع این اختار اطلاع داشته باشد. چی شده؟ برمیگردم مادر. کجا میری؟ باید طوفان رو پیدا کنم. طوفان؟ اینجا چرا وایسادی مرجان؟ بچه طوری شده؟ نه چیزی نیست. چرا؟ رنگت پریده؟ تو ناراحت هستی؟ ولی تو از منم ناراحت داری. تو چشمات غبار نشسته. بگو چی شده؟ مرجان، مرجان قشنگی، امروز خواستن غافل گیرم کنن، خواستن منو از تو و خونم جدا کنن و تصمیم گرفتم دیگه پامو پیش اون لعنتی ها نزن. نه طوفان، اینطور حرف نزن. تو نباید کار اونا رو میکنی. برای چی مرجان؟ برای اینکه پول قایقو بریم زندگیمون بهتر بشه، برای اینکه پول بیشتری داشته باشیم. آره، برای همه چی. برای بچه‌ات، برای من، برای مادر پیرت. ازت خواهش میکنم این کارو تموم کن. قبول کن، قول بده به من، قول بده طوفان. اگه منو دوست داری باید بری کارشونو تموم کنی. ها
هر جور که تو بخوای مرجان. ازت ممنونم. منم برای دیدن بازیت میام پیشت، اجازه میدی؟ باشه. برو خودتو تو مردابا مخفی کن. میرم دریا، خودم رو تو مرداب و نیزارا مخفی میکنم و تا این لعنتی ها اینجان به ساحل بر نمیگردم. میرفتم تو قلب دریا مخفی میشدم و تا وقتی که اون مار هوسباز اینجاست به ساحل نمیومدم. میکشم هر ماری که جلوی راه من و مرجان و بچم رو بگیره، نابودش میکنم، میکشمش. جاسی؟ چرا؟ مردو خودشو غرق کرده! بازم بگردین، همین گوشه کنارا باید باشه. اونجا چه خبر شده بچه ها؟ چی شده؟ پرتو غرق شده، لباسش لب دریاست اما خالص نیست. نارا حتما بهش نمیسه. نه مشروب ناراحتت کرد؟ نه، اون دوی دریا ناراحتم کرد. من باید فردا برگردم. کجا برگردی؟ به زندگی خودم، پیش زنم. نه، تو نمیتونی این کارو بکنی. برای اینکه تو مشهور بشی، من 100,000 تومن خرج تبلیغات کردم. تو مشهورترین ستاره سینما میشی، اون وقت میخوای به تمام اینا پشت پا بزنی. آخه برای چی؟ برای چی؟ برای اینکه بزنم قول دادم کارم که تموم شد برگردم پیشش. تو دیوونه ای؟ خیال میکنی اون زنت، اون زندگی فقیرونت، اونا میتونن جای این تجملاتو پر کنن؟ تو رو به اوج افتخار و شهرت و قدرت و پول برسونن؟ من تصمیم دارم نقش اول فیلم آیندم رو تو بازی کنی. من تمام
تمام زندگیمو در اختیارت گذاشتم. کلید آپارتمانمو به تو دادم. خیال میکنی میتونی لحظات گرمی رو که با من داشتی فراموش کنی؟ میتونی منو فراموش کنی؟ نه. شاید حق با تو باشه. شایدم نتونم فراموشت کنم شعله. اما میرم. بیا. اینم کلید آپارتمانت. شاید به درد کسی دیگه ای بخوره. یه همبازی دیگه. نه. کلید پیش خودت بمونه. من به همبازی جدید احتیاج ندارم. چرا؟ چون فیلم بعدی من بازم تو بازی میکنی. ولی من بر نمیگردم. چرا؟ بر میگردی؟ من مطمئنم که تو بر میگردی. خوشحالم که برگشتی. بیشی مادر میافتی بیشی. این چرا نگاه به به این چرا رسا. کاش میدیدی مادر، کاش میدیدی. ببین چه چادر نواز قشنگی واسه تو بردم. دست درد نکنه مادر. قربونه تو برم الهی. بیا اینا واسه تو مرد جان. اینا همش پارچه هست. اینا کفشه و اینا کیفه. این عروسک کوچولو رو برای امیدم خریدم. راستی امیدم چطوره؟ میخوام ماچش کنم. کجا؟ یواش بیدارش نکن. تازه خوابیدی. پس با اجازه مادرشو ماچ میکنم. چیه شیطو؟ تعجب کردی ها؟ آخه من دیگه هنرپیشه شدم دختر. به زودی مشهور میشم، بزرگ میشم، پولدار میشم. میخوای ببینی یه هنرپیشه چجوری عشقشو ماچ میکنه؟ خوب نیست طوفان، مادرت میشنه. نه عیبی نداره، میدونی؟ این صدای قلبمه که هر موقع بشنوی یاد من میفتی و اون وقت برمیگردی پیش من. لعنتی! چرا این کاری کردی؟ تو به جادو عقیده داری مرجان؟ یعنی ممکنه کسی جادو بشه؟ تو خسته ای طوفان، خیلی خسته. بذار کفشاتو در بیارم. دیگه قرار نبود تهرون بری. موم کردن فیلم، مجبورم برم مرجا. بعد از گم شدن پرتو وجودم رو خیلی اهمیت پیدا کرد. رو به هم بدن زندگیمون به کلی عوض میشه. بچه‌مون رو میفرستیم مدرسه، چشمای مادرم رو معالجه میکنیم، یه قایق بزرگ میخریم. ایشالا کاروارمون خوب میشه مرجا. مرجا فردا صبح که رفتم 10-15 روز دیگهش بر میگردم. تا چشم به هم بزنی تموم شده و اومدم. کاش هرگز صبح نمیشد. خب خداحافظ. توفان من میترسم، میترسم. از چی میترسی؟ از دوری تو، از جدایی تو، از تهران رفتنت. نه ترس عزیزم، قول میدم همین که فیلم تموم شد بلافاصله سوار ماشینشم و برگردم پیش تو. مگه نه اینکه خودت ازم خواسته بودی من این فیلم رو تموم کنم؟ خب خدا نگهدار.
نور. عالیه. دوربین حرکت، ترابلینگ. آها بیا تو. خیلی ملنگ مثل پلنگ، زانو بزن پیش نهنگ. آفرین، بارکلا. ببین عزیزم، برای آخرین بار خواهشو ازت میکنم، ازت میخوام که اینجا بمونی پیش من، پهلوی عشقت. چرا نمیخوای بفهمی؟ جدایی خیلی تلخه. تو هنوز منو نشناختی. دوربین دنده عقب. Very good. آهسته بلند شو. حق با توه. هنوز من و تو با هم غریبه ایم. میدونی چرا؟ برای اینکه تو چشمات نوشته شده خیانت. استوب. درسته، قشنگه، همونیه که من میخواستم. برابا، عالی بود. به هر دوتون تبریک میگم، هم برای بازی خوبی که کردین و هم برای پایان این فیلم برداری. البته تبریک اصلی رو شب افتتاح فیلم بهتون نه میگم. نه نه، شب افتتاح خیلی دیره. به مناسبت پایان فیلم برداری اولین فیلم طوفان، همین امشب تو خونه خودم یه جشن خودمونی میگیریم. خود خودی. به سلامتی. به سلامتی. به سلامتی مردی که با نمایش اولین فیلمش قلبا رو تسخیر میکنه. درسته، قشنگه، همونیه که من میخواستم. به سلامتی توفاق. سلامتی. آخی چرا چسبیدی؟ بفرمید، مشروب. به سلامتی توفان. نوشه جا، بفرمید. متشکرم، نمیخورم. شما قربه؟ خیلی متشکرم. سمت خان جان. جان جان، ببینم تو این فیلمو چجوری می‌بینی؟ سینما می‌بینم عزیز دلم. به سلامتی تو طوفان، باید بخوری. گفتم که من عادت ندارم. تو به خیلی چیز عادت نداشتی عزیزم. مشروب بده. بفرمایید. بردار عزیزم. بله. تو امشب باید مشروب بخوری. دوستان عزیز، بازم می‌خوریم به سلامتی طوفان. به سلامتی طوفان. طوفان که باید بس. خیلی خوب، خیلی خوب، برمیگردم. بلم کن دیگه، بسه. تو یه جادوگری، یه جادوگر. نه بس، یه جادوگر، یه جادوگر زیبا. صبح به این زودی کجا میخوای بری؟ من باید برگردم تهران. تو تازه دیشب اومدی، حتی بچه‌مون هنوز تو رو ندیده. آره راست میگی، من اون رو بوسیدم. دلم واسه اون و تو و مادر تنگ شده بود، واسه این بود که اومدم پیشتون. اما باید برگردم تهران، کار فیلم هنوز تموم نشده. دلم میخواد حرفتو باور کنم، اما خواهش میکنم نرو. میترسم با رفتنت همه چیز عوض بشه. یعنی چی؟ یعنی زندگیم. طوفان. آره طوفان، من به جادو عقیده دارم. من باید وظیفه‌مو انجام بدم، نمیتونم فیلمو ناقص بذارم. خواهش میکنم نرو طوفان، خواهش میکنم. نمیدونم چرا دلم شور میزنه. نه، خیالت راحت باشه، دلت هم شور نزنی. من که همه جور وسیله زندگی تو رو فراهم کردم، هر طورم که دلت میخواد خرج کن. دیگه ناراحتی چیه؟ فقط تو رو میخوام طوفان، تو رو میخوام. به خاطر من، به خاطر بچه‌ام. گفتم برمیگردم، برمیگردم، مطمئن باش مرجان. بی خود گریه سری نکن، فعلا خدافظ. طوفان
زنی که من میخواستم. توفان به زنش علاقه زیادی دارد. چه غلط ها؟ بدش من تو حق نداری اون روزنامه رو پاره کنی. متشکرم عزیزم. تو نمیتونی این کارو بکنی. تو نمیتونی از پیش من بری. قد عالی بود طوفان، یکی از بهترین بازیات بود. فقط موقعی که این جمله رو میگی سعی کن چشمات بیشتر نفرت نشون بده. یه دفت دیگه هم میگیری. نور روشن کن اون یکی. متشکرم. حاضر باشید. موتور حرکت. تو نمیتونی این کارو بکنی. نمیتونی از پیش من بری. قد نشد. نه خوشم نیومد طوفان، حالتت خیلی ضعیفه. اه از نو میگی؟ حرف زور میزنه. نمیتونم من تا شعله جلوم نباشه نمیتونم بازی کنم. آره نمیتونه بازی کنه. وجود اون پسر بلندقده خیلی ناراحتش کرده. طوفان دیگه شعله. نه اینطور نیست. خانم اگه فکر میکنه منو خریده اشتباه میکنه. سرمایه گذار هست برای خودشه، ولی به عنوان یه هنرپیشه باید سر کارش حاضر بشه. یعنی چه پلانا رو جدا جدا میگیریم بعد با هم مونتاژ میکنیم؟ یعنی چه؟ من با نظر شما کاملا موافقم. من همین الان بهش تلفن میکنم. آره اقول مام سلام برسون. دب تلفن بکنیم. خرابم هست تلفن. الو طوفانه. شعله الو شعله چرا جواب نمیدی؟ لعنتی. کی بود علی آقا؟ کی بود زنگ میزد؟ یه خانومی تو حیاط منتظر شماست. میگه 2 دقیقه با شما کار داره. تو برو ماشین رو حاضر کن. ماشین کجاست؟ دم در جنوبی. اینجا اومدی چی کار؟ اومدم شوهرم از تو بخوام. میدونم اون عاشق شماست، شما رو دوست داری، اما خواهش میکنم به خاطر بچهش، به خاطر مادر کو به من پس بده. باید بدونی که خیلی وقت شوهرتو ول کردم. اون دیگه برای من کهنه شده. حالا اونه که از من دست بردار نیست. من شوهرم از تو میخوام، باید اونو به من پس بدی. آدمای مثل اون تو تهران پره. برو پیداش کن، دو دستی بهش بچسب، برش پیش بچهش و مادرش.
چیز عجیبیه، بازم که وایسادی منو نگاه میکنی. چرا گورتو گم نمیکنی از خونه من بری بیرون؟ من از راه دوری اومدم، ازت خواهش میکنم، التماس میکنم، برای خدا، به خاطر هر کسی که دوست داری، طوفانو به من پس بده. حسینم رو سر بردی احمق، باشو گورتو گم کن. خیال میکنی خونه من کاروانسرا؟ نه کاروانسرا نیست، اما زندان عشق طوفانه. آزادش کن. اگه دفعه دیگه پاتو گذاشتی اینجا میدم دست پلیس. بیا این زنی کرو بندازش بیرون. طوفان اینجاست. بارا بگم انقدر مزن نشو. گوش کن علی، در پنجره رو میبندی، بعدم میری مرخصی. یا نه بارا بیا بینم. نه خیلی قابل دفت رو نکن. بارا بیرو میام. نه اینطوری نگاه میکنی؟ بگو کجا رفته؟ چی شده؟ آقا به خدا قسم این زندگی به درد شما نمیخوره. گفتم بگو کجا رفته؟ کی بود پای تلفن که جواب منو نداد؟ یه خانومی اومده بود اینجا، شما رو میخواست، مثل اینکه زن شما بود. زن من؟ بله زن شما، ولی اونا با خفت و خاری از در باغ بیرونش کردن، بهش توهین کردن و انداختنش بیرون. اونا؟ مگه اونا چند نفر بودن؟ خانم بود با یه جوونکی که اصلا نمیشناختمش. اما ببخشینا فوزولیه، به خدا زن شما یه دونه موش میارزه به سر تا پای اینجور زنا. زنی که برای شوهرش گریه کنه زنه. حالا فهمیدم. نور خوبه؟ بعد از چند لحظه سکوت خرامان خرامان میری به طرف خرمن عشق، فهمیدی؟ نور پروژکتور شماره 22 رو یکم کم کن. خوبه؟ خوبه یعنی چه؟ عالیه. خوبه. به به ماشالله. این بر اون برش ننداز دیگه. قیافم عالیه؟ ببخشید خانم. بکرد شروع کن. همون کسی که زندگی آرومی داشت، زن و بچه داشت، اما مار خوشخط و خالی گورش زد، اونو از زندگیش جدا کرد، از اون یه پرتوب دیگه ساخت، پرتوبی که چاره ای جز خودکشی نداشت. تو هم میتونی خودتو بکشی؟ نه، من مثل اون نیستم که راه خودکشی رو انتخاب کنم، بلکه اومدم انتقام اون ازت بگیرم، انتقام خودم و انتقام زنم و که امروز مثل سگ از خونه بیرونش کردی. گورتو گم کن از اینجا، برو بیرون. راست میگه آقا جون، برو بذار به کارمون برسیم. یا نه بنداز اینو. مردشو چرتی به تو ببرم. نه وای منو بلند کنی. مرد حرف دهنتو قورت بده. یعنی ماهی گیر پس بکش کنار دست کسی. Oh!
تو یادتو نفرین. سرد تو رو هیچ کس نمیبوسه شونه. بالاخره هوسهای بی جای تو قلب تو از کار انداخت. مرجان، این کارد توه مرجان، تو اینو کشتی؟ نه نه، نمیشه باور کرد. خدای من، خدای من، یعنی مرجان قاتله؟ بالاخره کار خودشو کرد؟ نه. اما من نمیذارم تو مجازات بشی. تو خیلی رنج بردی، حالا دیگه نوبت منه. آره نوبت منه. آثار جرم اینو ثابت میکنه. از صدای هر پایی که تو این خونه قدم بذاره صاحبشو میشناسم. اما تو خیلی دیر برگشتی طوفان. مرجان کجاست مادر؟ اون رفت دریا مادر. تو هم برو تا دیر نشده. برو مادر. مرجان، تو اینجا چی کار میکنی مرجان؟ من طوفان دوست دارم. وقتی دیدم اون از دریا بر نمیگرده تصمیم گرفتم خودم برای دیدنش به دریا برم. نه، تو نباید این کارو بکنی. تو نباید بمیری. تو حیفی، تو هیچ تقصیری نداری. من نباید میذاشتم اینطور بشه. تقصیر اون ماره خوشخط و خال بود که به سزای اعمالش رسید. اون دیگه وجود نداره که بین من و تو جدایی بندازه. دیگه به جز خدا هیچ. پلیس. دنبال من اومد. نه، تو نباید حرف بزنی مرجان.
تو به اندازه کافی رنج بردی. گناه این واقعه به گردن منه. انتظارتون رو داشتم. حتما اومدین درباره قتل شعله تحقیق کنین. همینطوره. شما از کجا حد زدید؟ حد زدن چندون مشکل نیست. چون من اونو کشتم. سب کنین، طوفان قاتل نیست. طوفان تو نباید کفاره گناه منو بدی. من اونو کشتم. منم باید مجازات رو بکشم. آقایون من اون زن رو کشتم. میتونم سر بزنم. نه طوفان، تو نباید بمیری. تو نباید بمیری. آروم باش مرجان. حرف زنم رو باور نکنین. حتما اثر انگشتام روی دسته کار پیدا کردی. نه نه. بس مرجان. بس فایده است. خواهش میکنم آروم باشید. حقیقت در دادگاه روشن میشه. نه نه، من اونو کشتم. من کشتم. اعتراف میکنم که من قاتل شعله هستم. طوفان راست نمیگه. اون زن به دست من کشته شده. شوهرم به خاطر نجات من میخواد گناه رو بگردن بگه. ساکت باش مرجان. من اونو کشتم. ساکت باش مرجان. خواهش میکنم ساکت باش مرجان. سعی کنید فقط به سوالات جواب بدید و جز حقیقت چیزی به زبان نیارید. اجازه میفرمایید آقای رئیس؟ رویه ای که متهمین در دادگاه پیش گرفتن فقط به فقط به خاطر گمراه کردن اذهان هیئت محترم قضات میباشد. اینها با طرح نقشه قبلی به نام شریک جرم میخوان از پنجه عدالت فرار کنند. من از هیئت محترم قضات تقاضا دارم اجازه ندن بیش از اینها وقت دادگاه تلف بشه. و همونطوری که در پرونده منعکسه و شواهد نشون میدن، طوفان قاتله و باید اعدام بشه. نه، طوفان قاتل نیست. به خدا اون قاتل نیست. قاتل منم. ساکت باشید. ریاست محترم دادگاه، هیئت محترم قضات، نمیدونم چرا آقای دادستان اصرار دارن که هرچه زودتر حکم صادر بشه. همونطور که فرمودین، وظیفه دادگاه فقط روشن کردن حقایقه. من که وکیل مدافع متهمین هستم، تقاضا دارم ترتیبی بدید که قصاص قبل از جنایت نشه. بعد چطور اونو کشتید؟ بله. سعی کنید حقیقت رو بگید خانم. شعله شوهرم از من دزدیده بود. برای نجات شوهرم این کارو کردم. حس می کردم مردی رو که مال من و پدری بچه‌ام بود داره نابود میکنه. این دفعه دوم بود که به خونه ایش. بار اول به پاش افتادم و ازش خواهش کردم شوهرمو به من و فرزندم پس بده. اون به زندگی من توهین کرد و بعد منو با تحقیر از خونش بیرون انداخت. تصمیم گرفتم اگه بار دومم به حرفای من گوش نده به زور متوسل بشم. تمام روزا کشیک دادم تا فهمیدم شب تنهاست. حتی نوکرشم مرخصی رفته بود. بی سر و صدا وارد سرسرا شدم. وقتی داخل خونه شدم تاریک بود. فقط طبقه بالا که اتاق خوابش بود روشن بود. اول فکر کرد نوکرشو که از مرخصی برگشته. با تعجب پرسید: آه، بازم تو؟ به چه حقی بدون اجازه وارد خونه من شدی؟ با همون حقی که تو بدون اجازه عشق ما ازم دزدیدی. من و طوفان همه چیز داشتیم. زندگی، سلامتی، آفتاب، امید، امید فرزندم. اما تو شوهرم از دستم گرفتی. اونو به تهران آوردی. و امروز این کارت برات آشناست. تو با این کارت بچه منو تهدید به مرگ کردی و طوفان رو از قلبم جدا کردی. حالا همین کارت بین من و تو حکم میکنه. یا طوفان رو به من برگردون یا بذار در قبر سون عشقی که تو ساختی قبر دیگه ای اضافه بشه. وقتی چشم باز کردم متوجه شدم کارت تا دست در سینه شعله فرو رفته. من از شدت خشم این کارو کرده بودم. باور کنی؟ نه، این درست نیست. حرفای مرجان درست نیست. شما از گیونیستی عشق و علاقش من بودم. مرجان فقط میخواد منو نجات بده. شعله رو من کشتم. اثر انگشت من روی دسته کارت وجود داره.
مگه این کافی نیست؟ این موضوع ثابت شده، حتی در پرونده منعکسه. درسته، خودش داره شما چرا و به چه دلیل مرتکب این قتل شدید؟ دلیلش روشنه. شعله زن هوسبازی بود. اون به خاطر هوسش حتی محیط مقدس هنر و سینما رو به بازی گرفته بود. اون با حیله و تزویر جوانا رو شکار میکرد، جوانایی که آرزو و احساسات پاکی داشتن. بله، شعله برای ارضای غریزه های پلیدش اونا رو بازیچه خودش قرار میداد، بعد مثل کاغذ پاره دورشون مینداخت و باعث نابودی اونا میشد. از موضوع خارج نشید آقا، توضیح بدید چطوری اونو کشتید؟ شب طوفانی بود. اون شب مشروب زیادی خورده بودم که جرأت کشتنشو داشته باشم، چون ذاتن آدم کش نبودم. در منزلش باز بود، یه راست اومدم تو آپارتمانش، شعله رو تو اتاقش تنها دیدم و اونو کشتم. و از همون راه برگشتم. اجازه میخوام آقای رئیس. بفرمید آقای دادستان. آقای رئیس، من یک سوالی دارم. بفرمید. خانم مرجان، شما گفتید که با شعله سر پله ها گلاویز شدید و بعد که به هوش اومدید جسد... درسته؟ بله درسته. مطمئن این که جسد اونو روی پله ها دیدین؟ بله مطمئن. ولی در پرونده منعکس شده که شعله توی رخت خوابش کشته شده. مرجان نمیتونسته بدن سنگین شعله رو به اتاق خوابش حمل بکنه. آقای رئیس، آقای اون قضات، شعله رو من کشتم، من کشتم. جلسه رو خاطره بدید آقای رئیس. طوفان محکوم به مرگ. عفو کنید، هیچ کدوم از این دو نفر قاتل نیستن آقای رئیس. چطور مدعی هستین که اینا بیگناه هستن؟ برای اینکه من شعله رو کشتم آقای رئیس. آقای ساکر، بفرمایید بنشینید و نظم دادگاه رو رعایت کنید. بفرمایید بنشینید، خواهش میکنم. شما چی هستید آقا؟ من یه مرده هستم آقای رئیس، یکی از قربانیانی که طوفان به اون اشاره کرد. حالا دیگه هیچ کس منو نمیشناسه، چون سالهاست در شعله های هوس اون زن سوختم و فرار. من پرتو هستم، پرتوی که یه زمانی اسمش سر زبونا بود. درسته، قشنگه، همونی که من میخواستم. من به خاطر انتقام جویی اونو نکشتم. اون به من خیلی بدی کرده بود، در حالی که من اونو دوست داشتم. اما وقتی متوجه شدم برای مردی که زن با وفایی داشت، سعادت و خوشبختی داشت، رینی داشت، نقشه نابودی کشیده، تصمیم گرفتم قلب سیاهشو به گور بسپرم. چون حدس می‌زدم اگه من شعله رو نکشم، طوفان این کارو خواهد کرد. دلم راضی نمی‌شد ببینه مردی که میتونست همه چیز داشته باشه، به خاطر زنی هرزه باعث نابودی خودش و خانواده‌اش بشه. به علاوه من یه بار مرده بودم، اهمیت نداشت یه بار دیگه هم بمیرم. چطور اونو به قتل رسوندی؟ گفتم من هنوز شعله رو دوست داشتم و مثل سایه اونو تعقیب می‌کردم. به موقعیت خونش آشنا بودم، مثل همه اونایی که با آپارتمانش میومدن و میرفتن. اون شب از تنهاییش استفاده کردم و از در جنوبی حیاط وارد باغ شدم. شعله عشق تازه‌شو که یه جوان قد بلند و لاغری بود تازه مرخص کرده بود. داشت چراغای سرسرا رو خاموش میکرد که برای استراحت بره بالا تو اتاق خوابش.
چند لحظه بعد اون دو نفر با هم گلاویز شدن. شعله قوی بود. اون مثل کفتاری خوناشان مرجان زمین انداخت و داشتون خفه میکرد. احساس کردم قربانی دیگه ای داره به جنایات شعله اضافه میشه. من خیلی رو با پای خودشون به جهنم فرستادم، ولی تو رو با دستای خودم خفه میکنم. قاتل! ساکت ساکت بشید خواهش میکنم. اون مرد، اونو کشتم روی همون تخت خوابی که روزگاری فکر میکردم فقط متعلق به کشتمش. حالا آقای نوازم، خواهش میکنم این دو انسان بیگناه رو که میتونن زندگی سعادتشون، امیدشون، انتظارشون رو میکشه آزاد کنید. من در اختیار هر طور که قانون حکم میکنه حاضرم کفاره گناهمو پس بدم. امید، فرزندمون که ما دیگه اینجا کاری نداریم. نخست جامعه مطبوعات کشور مشتاقان سینما را از تکوین این شاهکار خبر دادند. از آنگاه هنرشناسان چشم به راه قیامت این به وجود آورنده شگفتی ها هستند. خاک با اونت خیونت نمی کنه، بگیرینش. دو ستاره، دو هنرمند بزرگ، دو ستاره شده میلیون ها تن در پیچ و خم سوء ظن و تردید و نفرت رهبر ماجراهایند. بهروز بزرگی و ناصر ملک مطیعی. همه از دیر سر این توقیه این منو کشونده ایچ. ما فقط اون توقی رو میخواییم. حالیته اگه میخوای خیر از جوونیت ببینی و دعای مادر پشت سرت باشه پرش بده بده. این یه چیز دیگه است. همه کفترام یه طرف، این یه طرف. بیبی این توقیه. توقی تنها یک نام بود، نام پرنده زیبا و سبکبال. لیکن این نام آتشیست بر ریسمان زندگی آنم، هیولاییست خفته در کور راه‌های تقدیر. محبت‌ها را به نفرت بدل می‌سازد و دوستی‌ها را به خصومت. پس کوشون غیرت و مردونگیت. منو یه جو غیرت دارم بیبی. و در گیرودار تمام مصائب ناگهان تبسم عشق توفان حوادث را فرو می نشاند و وسوسه دلپذیر خود را آغاز می کند. کشش تن بود و با این حال پاک و بدور از گناه و از نظر دیگر گناه‌آلود بود و مطرود. توقی، فیلمی همتراز با هر شاهکار سینمایی. دومین ساخته علی حاتمی، نویسنده و کارگردانی که با ارائه اصالت به وجود آورنده تحول و دگرگونی در راه سینمای ایران شد. و آنان که با هنرنمایی به کالبد شخصیت‌ها نفس زندگی دمیدند. بهروز وثوقی،
گامی دیگر به سوی شهرت و محبوبیت به پیش. کی گفته یه جوجه دل بهش اختیار داره آدم میزد؟ آفرین، چهره جدید امروز، امید بزرگ سینمای فردا، با ژاله، سرکوب، بهمن مفید، حسین گیل، شهرزاد، آراسته، نادره، جلال و ناصر ملک مجیعی با درخششی بی نظیر. بزنم تو خام جدی. ولی جدید آسد مصطفی. بسته خیال کردی آسد مصطفی کیه؟ یه مجنون که با آبوری گرفتن تو دلش نهر بشه بگه انگار نه انگار. کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم، به کس میدم که کس باشه، قبول تنش اطلس باشه. فیلم های بسیار دیده ای، داستان های بسیار شنیده ای، ولی هرگز بدین سان داستان و بدین گونه فیلم نبوده است. توقی، فیلمی که بزرگان سینمای ایران دستن در کار خلق لحظاتش بودن. توقی، محصولی افتخارآمیز از سیرا فیلم. مدیر فیلم برداری مازیار پرتو، موزیک متن از اسفندیار منفردزاده. مترو گولدوین مایر تکاند. نه بابا، به مترو گولدوین مایر چه مربوطه؟ این سعید راد خودمونه که این دفعه در نقش یک مرد لور ظاهر میشه و میخواد یک آدم ناکس رو بندازه تو قفس شیرا که شیرا بخورنش. آقای لور به شهر میرود. آقای لور خیلی صاف صادقه. آقای لور انقدر غیرت، اون به فکر مبارزه با زشتی ها و بدی ها بود. بذار بمیرم، ما تو گلدون گل بمیرم، بهتره تو این لجنزار زنده باشم. جای ما تو شهرم، ما زندگی شهری رو دوست دارم، میخوام خانم باشم، ماشین داشته باشم، لباسای قشنگ بپوشم. با یک خیال واهی خوشبختی خودشون رو ول کردن، رفتن به سوی دام ها و نیرنگ ها. آقای لور به این در اون در میزنه، به هر دری سر میزنه تا به اسرار پشت پرده پی ببره. نه تو بمیری، میخواد کار کنه. حالا میخواش یا نه؟ میخواش؟ ها؟ کالگل کجا بود؟ معلومه که میخوام. به چه زحمت 5 تا کالگل افغانی پیدا کردم که اونام آدم کش دل اومدن. آقای لور به شهر میرود. به راستی چه چیز میتوانست دو دوست دیرین را به دشمنان کینه‌توز مبدل سازد که محبت‌های گذشته را فراموش سازند و کمر به قتل یکدیگر بندند؟ این بود آنچه که سرنوشت جز اطاعت از سرنوشت چاره ای نبود. سعید راد موفق در ایفای نقشی مؤثر، حسین ملا قاسمی چهره‌ای به یاد ماندنی، به همراه بلندترین مرد آسیا محمود لطفی. دیگه نیست؟ برای شوهر خوب پیدا شدن، پولدار با اسم و رسم، با خانه و زمین، این زندگی نیست؟ نه نیست، مردنه. در نهادش چه بود که عده‌ای خصم جانش بودند و برای نابود کردنش از هیچ کاری حراس نداشتند؟ تنها رفیقش به یاریش شتافت، اما اونیز گرفتار مردانی پلید گشت. لیکن برای اثبات دوستیش تا سرحد مرگ کوشید. مرد بلند آسیا هر وقت تصمیم بگیره کسی رو تنبیه کنه، کمترین کارش اینه که درست مثل ساندویچ اونو از وسط به دونی میکنه. آقای لور به شهر میرود. محصول تهران فیلم، مدیر فیلم برابر دریافت یک دستمزد کلان و به خاطر دستگیری و تحویل یک فراری این مرد معمول است. برای اون شکست معنا و مفهومی ندارد. زندگی او، هستی او در گرو پیروزی در انجام این امر مهم است. هدف یافتن یک دختر بود که در دام شیطان اسیر است. نگران است، هراسان است. فریاد استغاثه دختر همه جا به گوش میرسد. اگر لحظه ای دیرتر رسد، فاجعه ای جبران ناپذیر وقوع خواهد یافت. و اگر لحظه ای غفلت کند، مرگ در انتظار. با قدرت بازیگری ستارگان درخشان آسمان هنر و چهره‌های مستعد و پرتوان، فیلم‌ها جلوه‌ای متفاوت دارند و در معیاری وسیع‌تر و باشکوه‌تر عرضه می‌شوند.
اکنون رهاوردی جدید و بی‌همانند برای دوستداران دو بازیگر بزرگ، دو چهره محبوب و پرخواستار هنر امروز. بهروز وسوقی، هنرمندی که آوازه شهرت و استعدادش از مرزها گذشت. سلامتی نوش. دوگوش، چهره آشنای خانواده ها و آراسته به صدها هنر، در فیلمی متمایز و در خور تحسین از مسعود اسداللهی. همسفر بیشو برد تو باید با من عروسی کنی. بله، این حادثه آغاز یک ماجران است، بلکه مراحل تکوین یک داستان عجیب است که تاکنون نظیرش بر پرده سینما نیامده است. برای تشریح روابط اینان لازم است با شخصیت های مهم این فیلم آشنا شوید. معرفی میکنم، اسمش علی، 30 سال است، شغل درست حسابی نداره، برای سیر کردن شکمش و راضی نگه داشتن دلش از مشتش استفاده. جایی، این همه سال در دیوار مردم بالا رفتی، یه دفعه واس خاطر آبجید برو. واس خاطر آبجید برم دوزی؟ آره. شخصیت مهم دیگه این خانمه، یک دختر 20 ساله، از خانواده ثروتمند، خواستگارای زیادی داره. تا حالا فقط یک بار شیطونی کرده، ولی همین یک دفعه هم کار دستش داد. خون رو با خون میشورم، خون ریختن، خون میریزم، خون کردن، خون میکنم. پدر خانواده، همون بلای رو به سرت میارم که به سر دخترم آورد. و آخرین نفر دایی علی آقا است، متخصص کارهای خلاف عادت. هر 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 یه و اما چیزی که باعث شده بود این آدم ها به جون هم بیافتن، همونه که تمام جنگ ها بر سر اونه. نشوریم منو ببریم. منو رسال باده منی برده و راها شده. اون میخواد منو بدوزه. میگه روانیه میخواد منو بدوزه. میبرمش تهران تابیل تیمارستان بدامش. میداره حوصله ما سر میبری. اکبر تو زن داری؟ بابا زنم اون کجا؟ نامزد داری؟ رفتم سربازی برگشتم حامله. پس چی داری؟ هیچی جز یه ننه و یه خونه گرویی. یعنی تو حالا عاشق نشدی؟ نه بابا، نه قربونت، بگی بخواب، عشق کدومه؟ انگولکمون نکن، نه تو یاد اون چیزه که نداریم بیافتیم. ما کجایی، تو کجایی بابا؟ اینان از دو دنیای کاملا متفاوت بودند. این دختر قلبش از عشق شکسته بود و این جوان از زندگی، چون این شکست خوردگان یکدیگر را یافتند، همسفر شدن. تو از کدوم قصه ای که خواستن عادت نبودن فاجعه بودن امنیت؟ تو از کدوم سرزمین، تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی؟ خاکی وادی ابر نخدایی. همسفر قصه ایست از لرزش های دل، از لحظه های عشق، از شوق وصال و از بیم جدایی. همسفر منو با خودت ببر، من درختم خانه. همسفر هدیه به یاد ماندنی از سیرافیلم. همسفر برنامه برگزیده نوروز 1354. چه بود این مرد؟ چه بود این مرد که گروهی بیشمار ستایشش می‌کردند؟
که گروهی بیشمار او را چون نگینی در حلقه محبت خود می فشردند، که گروهی مرگ او را فرصتی برای زیستن خود می دانستند. چهره مردانش، هیبت مردانش موجی از احساس به دلها می افکند، احساس محبت که هستی بخش بود و امیدوار کننده، احساس نفرت که وحشت‌زا بود و مرگ‌آفرین. تو چی خیال کردی؟ که شوهر منی؟ که هرچی دلت خواست میتونی بارم کنی؟ که من اسیر و عبیر تو هم که من؟ که بودیم زن؟ من؟ که بودیم زن که گروهی بیشمار تحسینش میکردن، که گروهی بیشمار گمشده خیش را در وجود او میافتن. کی میگه؟ همه میگن برای نسبت تو همه به زنی منحط ولی دلربا، راه گم کرده جوان زیبا ولی آسی و بیارام، رقاصه تناز عاشق کش، مجلس آرای بیدریق در طبق اخلاص این میزدگان، رقاصه، رقاصه، رقاصه شهر. بخون. دوست دارم خراب با تو باشه تا به پاس دنیا و از بازی های عجیب سرنوشت بود عشق این مرد و این زن. وای اونا یه دل نه، آدم یه دل داره و یه نفرم باز توش پارک کنه. اگه زن آدم مثل تو بود دیگه چه غمی داشت. مردی رانده شده از آغوش همسری نامهربان، سعادت و نیکبختی و لذت زندگی را در آغوش این رقاصه می‌جست. دردش از خودم بپرس هر زس. رقاصه‌ای که وجودش چون متاعی دست به دست گشته بود و دست‌های مرد این بار او را به سوی آینده مبهم و نامطمئن سوق می‌داد. تا جردن تو خورد نکردم برو برو ادر کن. مگه خیال کردی که همه رو خریدی؟ تو یکی راره یالا پشور بیرون. نمیرم. بلند شو بینا. نمیرم. یا بیرون وگرنه به حق خدا همینجوری میکشمت. دلم کن نامرد زن کش. صفت به نمک و حروم. عشق با گذشته ننگین برای آنان ظاهری زیبا و باطنی نفرت انگیز داشت. میگیره خود پری خانم بپو. عشق با رقاصه رسوا آینده ای تلخ و نابود کننده در پیش داشت. زمانی غرق در دنیای لذت، زمانی گریان در مرگ آرزوها، زمانی نادم و پشیمان از گذشته بی‌بازگشت، و سرانجامی عجیبتر به دنبال داشت عشق این مرد و این رقاصه در این داستان. رقاصه، رقصه شهر، کوششی است در راه تهیه آثار برتر، تجسسی است در دنیای درون، تلاش انسان‌های رنگ محبت ندیده در راه کسب عشق و محبت، انسان‌های گمنام در جستجوی شهرت و انسان‌های مشهور و مارک خورده در جستجوی گمنامی. من راست راستی خاطر تو میخوام، دارم زندگیمو به خاطر تو به هم میریزم. فروزان، چهره تابناک سینمای ایران، با ایفای نقش یک رقاصه صفحه جدیدی در تاریخ زندگی هنری خود میگشاید. به همراه او گروه کثیری از هنرپیشگان محبوب شما ایفاگر نقش های حساس این فیلمند: بهمن مفید، شهرزاد، حسن شاهین، شهروز رامتین، فرنگیس فروهر، سرکوب، حالتی، سیمین علیزاده، کهنمویی، حسن رضایی، جنتی شیرازی و ناصر ملک‌بوتی، چهره محبوب برای همیشه، ایفاگر نقش یک مرد، مردی خود ساخته ولی اسیر در دام عشق این رقاصه. به مهریه فاطمه زهرا پریام روشنی که فکر کردی یه تیکه خانومه. رقاصه شهر، نام یک داستان و نام یک فیلم، آغاز نوینی در راه تهیه آثار با ارزش سینمایی. فیلمی به کارگردانی شاپور عزیز، محصول آسفیلم. رقاصه شهر. این فیلم تصویر لحظه به لحظه دقایق یک ماجراست، برای ثبت در خاطره ها به عنوان یک متفاوت دیگر در سینمای ما.
از تو بگیرم، ولی میبینم نمیارزه واسه خاطر تو یه عمرم تو زندون ببوسم. حالا هم حرف آخرمه، اگه یه دفعه دیگه پاپه منو اون بشی، قید همه چی رو میزنم و میفرسمت اون دنیا. مقرر است تا جان انسانی را بگیرم، مقرر است تا ثروتی کران را به تاراج برم، مقرر است تا یکی از شگفت‌انگیزترین ماجراها از فکر به عمل آید، و مقرر است تا در صبحگاه بر گور یک کشته پیروزمندانه به بری. چه شد که در آن صبح دم همه چیز سوخت و خاکستر گردید؟ صبح خاکستر. نمیخواستم احمد، من یه مرد میخوام، یه شوهر، ولی تو دروغ میگی، دروغ میگی. اول کنی که مرد بارها طعم زندان و بند را چشیده بود و حراس از عاقبت شوم کار نداشت، و در آن شب مصمم و با اراده قدم در حادثه نهاد و پیش رفت تا صبح خاکستر. خدا رحمتش بود، کیت بود بابام، فقط اون واسه مونده بود. مرگ حقه، دیر و زود همه میمیرن، اما اون به ناحق کشته شد و تمام هدف او از خلق این همه ماجرا فرونشاندن آتش انتقام. جیرت میندازن احمد، دست بردار. نمیتونم، باز تمومش کنم. من جلوتو میگیرم. منظورت چیه؟ اگه مجبورم کنی لوت میدم. صبح خاکستر، تیری خفته در خشاب مرگ آفرید و یک قهرمان متولد گردید. در صبح خاکستر این دو در اوج دوستی چون درندگان خوناشام یک عداوت دیرینه را به اوجی وحشت زا رسندند. بهایی برباد رفته نمیشه دیگه، هیچی بابرم نمیشه. یه بار دیگه بهش فرصت بده. اون خونه دیگه جای من نیست. ولی اون خونه بدون شما صفایی نداره. دو شهره مشهور و نام‌آور سینما، رضا بیک امامبردی و تقی مختار. ساخته همونی که هرچی داشته توی بغض کینه در جناب لطفی، کیومرث ملک مطیعی، مهدوی فر و جلال. در صبح خاکستر، زن بازیچه‌ای، دست‌آویزی برای کشف یک راز، برای انجام یک هدف. صبح خاکستر، نویسنده و کارگردان تقی مختار، با تصاویر نصرالله کنی، محصول چشمگیر و بی‌نظیر سازمان سینمایی پاناسیت. صبح خاکستر. عباس شباویز، کارگردان ارزنده سینما، پدیده شگرف خود را عرضه می کند. گفتم برو گم شو. بار دیگر از میان جدال ها و کشمکش ها اثری آموزنده و اجتماعی برای نسل جوان. مجالس بزم و رقصی چون این دانه دامیست برای جوانان، برای فریفتن و فاسد کردنشان در ماجرایی به نام موطلائی شهر ما، و این یکی از جوانان اسیر این دام است. کشیدن تو کلانتری اون وقت معلوم میشه چی کار کردی؟ یواشتر، چرا تانه به قاضی میری؟ آخه اصلا این آدم برمیاد که پول بدوزه؟ موطلائی شهر ما داستانی است از فداکاری ها و مردم دوستی های طبقه کارگر و خوشی ها و شادی های زندگی ساده آنان. میخوام بریم ما پیکنیک. پیک 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 پیک. میخوام بریم ما پیکنیک. های بچه ها بلنشین، بریدیم با هم تو ماشین، فرش و دیلو را وردار، میریم خدا نگهدار. موطلائی شهر ما داستانی است از یک عشق، عشقی که به یک نظر ساده و بی‌آلایش جلوه می‌کند. گفت
گفتم که یه موه تو رو به صد تای اونا نه. شاید فکر میکنی که رخت خواب من هستم. با تو کار دارم. بابا نظری دیگر پر از دروغ و نیرنگ. عشقی که در تماس با محافل بدنام اجتماع به تاریکی و یأس و نومیدی میگراید. همچون طعمه های معصوم و زیبایان محافل که در تاریکی و نومیدی گام برمیدارند و فنا میشوند. موترائی شهر ما دل کنن به سینه پنهان که آتشم به دل زنن این آه سوزان. آخه من هفت ماه به دنجا اومدم. او من چقدر از آدمای هفت ماه خوشم میاد. ده من بمیرم. بله وای بابا دلت میخواد دهنه تو شیرین کنی؟ آره پس بیا جو بچه بابا رو رو برم. موتلاعی شهر ما مردانه بی حرکت. اگه یه قدم دیگه بری بالا مغزتو داغون میکنم. با شرکت فردین، پروین غفاری، پوری بنایی، ظهوری، گیسو، پیشوایان و کهنمویی. یه آتیش میگیره میسوزه و خاکستر میشه مثل من. به با تو هم که آیه یعصی. من یه تو ماشین چیه؟ دختر طلایی. دختر طلایی. موترائی شهر ما ماجرای کشمکش و جدال سخت و بیرحمانه و داستانیست گرم و سرشار از هیجان. گفتم فرار کن یالا ترسو وگرنه مغزتو داغون میکنم. موترائی شهر ما